سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: فساد در نهادهای حکومتی دولت افغانستان، فرصت برای طالبان. معاون سفارت امریکا در کابل میگوید که فساد مشروعیت و توان حکومت افغانستان را کاسته و به طالبان فرصت استفاده را داده است. حکومت ایالات متحده امریکا شفافیت و مبارزه با فساد را در وزارت های امور داخله و وزارت دفاع افغانستان اولویت بخشیده است. توزیع شناسنامه های برقی در گرو دستور رئیس جمهور غنی. اداره توزیع شناسنامه های برقی می گوید که برای آغاز توزیع شناسنامه های برقی منتظر دستور ریاست جمهوری است. ما در مورد آغاز پروسه طالب هدایت از طرف رهبری حکومت شد. گشایش نخستین کتابخانه ویژه کودکان در هرات، گام در جهت ترویج فرهنگ کتابخانی. کتاب‌های خوب و مفید در اینجا گردآوری شده به دو زبان پشتو و دری. زیادتر به کتاب‌ها دینی علاقه دارم که من می‌خوام فرد مفیدی در آینده برای جامعه خوب باشم. و واکنش ها در برابر کنارگیری سعد حریری نخست وزیر لبنان. من فؤاد امان هستم. معاون سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید که فساد در نهادهای دولتی این کشور مشروعیت و توان حکومت افغانستان را کاسته و طالبان از این پدیده در دولت افغانستان بهره میبرند. این مقام امریکایی از فروش سوختوار نیروهای امنیتی به دشمنان نیروها سخن میزند و میافزاید که فساد ماموریت‌های مهم را در این کشور صدمه میزند و ای بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از افغانستان تاکید میورزد، اما این کار را مشروط بر حمایت حسابدهی و مبارزه با فساد در حکومت افغانستان می‌داند. معاون سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در نهمین نشست هماهنگی کشورهای کمک کننده به افغانستان یک بار دیگر از تعهد این کشور برای تامین صلح در افغانستان تاکید می‌ورزد. ریچارد ریلی فساد را در تامین امنیت و حاکمیت قانون اثرگذار می‌داند و می‌گوید که این کار ماموریت صلح را با دشواری‌ها روبرو خواهد ساخت. The US government has prioritized anti-corruption. حکومت ایالات متحده آمریکا شفافیت و مبارزه با فساد را در وزارت‌های امور داخله و وزارت دفاع افغانستان اولویت بخشیده است تا اعتماد کمک کنندگان افزایش یابد. فساد تهدید در برابر امنیت ملی افغانستان است. این پدیده مردم را از دسترسی به خدمات نخستین محروم می‌سازد. حاکمیت قانون را ضربه می‌زند و مشروعیت و توان حکومت افغانستان را کاهش می‌دهد و طالبان از تمامی اینها استفاده می‌کنند. هنگامی که مقام‌های مفسد، سوختبار و جنگ‌افزارهای نیروهای امنیتی افغان را به دشمن می‌فروشند، فساد به ماموریت‌های مهم برای پاسداری از مردم و مرزهای افغانستان نیز صدمه می‌زند. در حالی که در 10 سال گذشته ریاست هماهنگی کمک‌های نظامی به افغانستان را ایالات متحده آمریکا داشت، این ریاست اکنون به حال داده شد. ما تعهد سپرده‌ایم که با افغانستان همکار خواهیم بود. مهم این است که از حکومت وحدت ملی نه تنها درباره پیشرفت‌ها، بل درباره چالش‌ها و راه‌های بیرون رفت از آنها نیز بشنویم. وزیر مالیه نیز از دستاوردها در بخش‌های اقتصادی و مبارزه با فساد گزارش می‌دهد و می‌گوید که این دستاوردها در راستای بهبود و وضع اقتصادی و امنیتی اثر گذار خواهند بود. افغانستان در خط نخست پیکار جهانی با هراس افکنی قرار دارد. ما با 20 گروهی که هراس افکن شناخته شدند در نبرد هستیم. خشونت‌ها و حمله‌های گروه‌های هراس افکن دشواری‌های بزرگی در برابر مردم ما هستند. اما با آینده امیدوار هستم و اطمینان دارم که می توانیم تعهداتمان را در برابر همکاران و مردممان عملی بسازیم. کشورهای کمک کننده در این نشست یک بار دیگر برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و مبارزه با هراس افکنی تعهد خواهند کرد.
از سوی دیگر گفته های دیروز سرپرست وزارت امور داخله درباره گسترش فساد در پلیس و مسئولیت ناپذیری این نیروها واکنش هایی را برانگیخته است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان و نیز سرمایه گذاران این گفته ها را نشانه از اوج بی‌اعتمادی نهادهای امنیتی به نیروهایشان می دانند و بر نیاز به پیگیری عاملان فساد در این نهادها تاکید می ورزند. به دنبال انتقاد بلندپایه‌ترین مقام وزارت امور داخله از عملکرد پلیس پایتخت و نیز گسترش فساد در این نیروها، شماری از اعضای مجلس نمایندگان بر نیاز به پیگرد عاملان فساد در نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزند. اونا همکاری نداشته باشند در سطح دولتی نمیتونند که بسیار به سادگی، بسیار به آسانی اختطاف‌ها و مثلا جرایم بزرگ انجام بدن. در رقابت‌ها هم دیدیم که افراد مناسب متاسفانه در جاهای مناسب تعیین نشدن. رقابت باعث ازی شده است که کار دگام اضافه تر خراب شود. سرپرست وزارت امور داخله به روز شنبه به مسئولان حوزه های پلیس کابل هشدار داد که اگر تا دو هفته دیگر میزان جرایم را در پایتخت کاهش ندهند، از کارهایشان باید کنار بروند. اگر اینمی گراف جرایمی که سرقت ها هست، سرقت های مسلحانه است، غیر مسلحانه است و ترور است و اختطاف است در سطح اوضاعتان پایین نبیه، لطفا دگرموتو خودتان شرافتمندانه وظایفتان کنار برین. در این میان سرمایه گذاران نیز از افزایش جرم های جنایی در پایتخت سخت نگران هستند و از وزارت امور داخله می خواهند که بجای انتقاد از پلیس در پیشرفتی نیروها بکشد. دامر افزار یا مدیر جناییش تبدیل می کنند. او در این فکر است که دیگر روز دیگر وزیر آمد بیا از او شش مباد یک وزیر میده ای وطن. دیگر وزیر آمد ما را تبدیل میکنند. ما چرا که مجرمین خود مدعی بسازم؟ کابل در هفته های اخیر موجی از رویدادهای جنایی را گواه بوده است. از این میان آدم ربایی ها افزایش نگران کننده ای داشتند و تنها در یک هفته اخیر از ربوده شدن بیش از 10 تن در بخش های گوناگون پایتخت گزارش داده شده است. فرمانده پلیس بلخ از وجود فساد گسترده اداری و مالی در بخش‌های نظامی و غیر نظامی اشک می‌ریزد و می‌گوید کسانی که مرتکب فساد مالی و اداری می‌شوند از سوی مقام‌های بلندپایه دولتی پشتیبانی می‌شوند. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در شمال کشور می‌گوید که شمار از مسئولان نهادهای دولتی با این اداره همکاری نمی‌کنند و از عالمان دین و مردم می‌خواهند که در برابر فساد اداری و مالی پیکار کنند. از موجودیت گسترده فساد اداری و مالی در اداره های دولتی به سطوح آمدند و پیکار با آن را یک وجبه انسانی می دانند. به این مردم کمک کنین. این نمیشه که دی خود خلاص کنیم که شعرا بتیم. نمیشه. دست به دست بتین. این نکبت پس کنین از جامعه ما. دنیا سر ما عیب میگه. شرم میکنه. یک تعداد شرم نمیکنه. پیشتر ما گفتم. مشکم برای ازی میه که برای شما کلام های اکرام هستین. عشقم عشق واقعیت است. نه تانه این فساد اداری گپای دیگه. میگویند فساد اداری در تمام اداره های دولتی وجود دارند. اما در اداره های معارف، شهرداری، گمرک و بندرهای حیرتان و آقینه بیشتر گوه. اول در خود مقام ولایت فساد است. اگر نیست پین ما بد دلیل شبردم. کسایی که میکنن میفهم. در اداره معارف ما چی میگذره؟ بست خرید و فروش میشه؟ چور و چپاول وجود داره؟ عدالت وجود نداره؟ در شهرداری ما، در گمرکات ما، در اداره مواد نفتی و در سایر ادارات دیگه ما. از همکاری نکردن شماره از مسئولان اداره های دولتی برای پیکار در برابر فساد اداری سخن میگویند. یک تعداد رئیس صاحب اونجا هستند که اصلا اعتنا نی به مکتوب میکنند، نی همکاری دارند و نی هم پاسخگو هستند. برای فرم خود ثبت نکردند. ما هیئت روان کردیم دفترشون، متاسفانه از دفترشون هیئت ما کشیده شد. مقام های محلی بلخ نیز موجودیت فساد اداری و مالی را در اداره های دولتی میپذیرند، اما بر پیکار با آن تاکید میورزند. با توکل به خدا، با اجماع مردم، با اداره و رهبری علمای کرام ما بتانیم این پدیده را جامعه خود دور کنیم و برای دنیا ثابت بکنیم که ولایت بلخ در تمام عرصه ها میتوند که پیشگام باشد.
عالمان دین فساد اداری را ناپسند می‌دانند و بر این باورند که همکاری مردم و عالمان دین با دولت مردان سبب می‌شود که فساد اداری و مالی به گونه چشمگیری در کشور کاهش یابد. علما اگر کار بکنه، دعوت بکنه، تلاش بکنه در بین جامعه و انشاءالله ایره گفته می‌دونم 100% تأثیر خود داره و اینا می‌تونه جلوی فساد خودشان بگیره. برای مردم هم کار باشه، چون فسادی که در افغانستان فعلا روان است تا مردم خودشان قطع علم نکنم مقابل از فساد استاد نشه بسیار مشکل جلوگیری کردنش. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که بر بنیاد یک نظرسنجی از سوی نهاد دیدبان شفافیت قربانی اصلی فساد شهروندان کشور است که سالانه حدود 3 میلیارد دلار رشوه می دهند. اداره توزیع شناسنامه های برقی می گوید که برای آغاز توزیع شناسنامه های برقی منتظر دستور ریاست جمهوری است. مقام های این اداره می گویند که کارهای فنی برای توزیع شناسنامه های برقی به گونه کامل به پایان رسیدند. از سوی هم درج شدن یا نشدن واژه های ملت، ملیت و دین در روی شناسنامه های برقی هنوز هم یکی از موارد اختلافی میان اعضای شورای ملی گفته می شود. اداره توزیع شناسنامه های برقی می گوید که به زودی روند توزیع شناسنامه های برقی آغاز خواهد شد، اما این اداره انتظار دستور ریاست جمهوری را دارد. خوشبختانه فعلا این مشکلات تا حد حل شده و اداره در این زمینه مصمم است که ما به زودی روند توزیع تذکره های الکترونیک را آغاز میکنیم، ولی باز هم ما در مورد آغاز این پروسه طالب هدایت از طرف رهبری حکومت شدیم. این وعده ها در حال داده می شوند که توزیع شناسنامه های برقی از چند سال به این سو به علت های مختلف توزیع نشده است. بحث مکمل بحث سیاسی است، بحث حقوقی اساسا وجود نداره، به خاطر از اینکه طرح قانون ثبت احوال نفوس قبلا توسط حکومت قبلی در دوره آقای کرزی با همین شکلی که فعلا مجلس نمایندگان میخواهد تصویب شد در کابینه و توشیح شد این قانون، اما دیده می شود که هنوز هم بحث های قانونی روی چگونگی توزیع این شناسنامه ها پایان نیافته است و دیدگاه ها در پیوند به درج واژه های ملت، ملیت و قوم هنوز یکی از چالش ها در شورای ملی هستند. موج خپل ولست د اطمینان ورکو چې د مشران جرګه ستاسې غوښتنې پیش تر پیش ستاسې دغه وکړې، موږ منلې ده چې قطعا به دا نه کېږي چې په تذکره کې به او اسلام او افغانۍ وقتی که بالا جمهوری اسلامی افغانستان میه همه چیز میرسانه و ای به خاطر اتفاق و اتحاد مردم افغانستان است. فرمان تقنینی رئیس جمهور که با تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس و شورای ملی برای تصویب فرستاده شده بود، هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد. اما این فرمان امروز به مجلس سنا آمد و قرار است که در روزهای آینده سناتوران درباره آن تصمیم بگیرند. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات یک کتابخانه ویژه کودکان در این ولایت ساخته است. هزاران کتاب ویژه کودکان در این کتابخانه وجود دارند و کودکان برای مطالعه به این کتابخانه آورده می شوند. این نخستین کتابخانه ویژه کودکان است که در هرات ساخته شده است. کتابخانه ویژه برای کودکان هرات تا بخوانند. نخستین کتابخانه ای که از همه ذوق و سلیقه ها برای کودکان کتاب فراهم کرده است. کتاب‌های خوب و مفید در اینجا گردآوری شده به دو زبان پشتو و دری و خرسندیم که توانستیم چنین کار به اطفال بکنیم. زیادتر به کتاب دینی علاقه دارم که من میخوام فرد مفیدی در آینده برای جامعه خوب باشم و من امروز که درس دری معالج زخم بود بیامدن کم معلومات بگیریم. بخشی از این کتاب‌ها نیز از سوی کتاب دوستان به این کتابخانه آورده شدند. نزدیک به 2500 جلد کتاب در این کتابخانه فعلا موجوده که کتاب‌ها در دو نوع موضوعات داره، یکی کتاب‌های داستان برای اطفال زیر سن 10 سال و یک تعداد کتاب‌ها هم کتاب‌های تربیتیه. اما در چند قدمی این کتابخانه کودکانی نیز هستند که به دلیل ناداری و فراهم کردن نان خانواده‌هایشان در کنار جاده‌ها کار می‌کنند و رویای باسواد شدن و کتاب خواندن برای آنان جاویدانه باقی میماند. پول جمع می‌کنم، می‌دونم دست به دست می‌دهم و مصرف می‌کنم.
با آن که در 1.5 دهه گذشته گام‌های برای دسترسی کودکان به حقوقشان برداشته شده است، اما با آن هم در حال حاضر صدها هزار کودک در کشور از آموزش باز ماندند و بسیاری کودکان دیگری نیز هستند که بر روی جاده‌ها با کارهای شاق سر و کار دارند بی آن که از کتابخانی چیزی بدانند. احمد جوید زیارجاهی، طلوع نیوز، هرات. تا لحظات دیگر. حکم 6 سال زندان برای عبدالغفار داوی. سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان برای افزایش کارایی کمک‌های توسعه این سازمان بر زندگی مردم افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند. در پیوند با همین تلاش‌ها امروز نخستین نشست زیر نام ملل متحد و واحد در ارگ برگزار شد. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که این سازمان برای رسیدن شهروندان افغانستان به فردای بهتر بیشتر می‌کوشد. بسیاری از شرکت کنندگان این نشست را نمایندگان نهادهای جامعه مدنی می سازند. نشستی که بخشی از تلاش‌ها برای کارایی بیشتر کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد به افغانستان دانسته می شود. هر برنامه‌ای را که من بعد ملل متحد در افغانستان پیاده می کند باید مبنی بر نیازمندی‌های مردم افغانستان باشد و از طریق پروژه و طرف طریق برنامه‌میور برنامه‌هایشان بیارند. در این میان سازمان ملل متحد بر نیاز به تمرکز بر بخش‌های تاکید دارد که بیشتر در زندگی مردم نقش دارند. بخش‌های آموزشی، مسئولیت غذایی، کاریابی، بهداشت، بازگشت پناهجویان و جذب آنان در جامعه از جنوری سال گذشته بیش از 1.5 میلیون تن به خانه‌هایشان بازگشتند. تمرکز به موضوع حاکمیت قانون و تمرکز بر جنبه‌های دیگری کارهای سازمان ملل متحد در این بخش‌ها ما به شما کمک می‌کنیم که معیارها را دریابید و نیز به شما کمک می‌کنیم که در این بخش‌ها راهکارهایتان را عملی بسازید تا مردم فردای بهتر داشته باشند. این تلاش‌ها در اوضاعی برای افتادند که در ماه‌های اخیر برگشت پناهجویان افغان از پاکستان و ایران بیشتر بوده است و این همه به گونه‌ای بر نیازها به جستجوی راه‌های اثرگذاری کمک‌های جهان بر زندگی مردم افغانستان می‌تواند افزود. دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی آیل را به بیش از 6 سال زندان و محمد اصغر قیاسی معاون این شرکت را به بیش از 5 سال زندان محکوم کرد. بر بنیاد فیصله دادگاه این دو تن افزون بر این بیش از 21 میلیون دلار نیز به دولت باید بپردازند. در همین حال این دادگاه برای عبدالرزاق زلالی رئیس اداره پیشین وزارت ترانسپورت 2 سال و 6 ماه زندان مجازات تعیین کرد. تا لحظات دیگر. افزایش چشمگیر حجم بازرگانی میان افغانستان و ایران. آیا ایران بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان خواهد شد؟ یک نهاد کمک کننده تلاش دارد که برای معیاری سازی شرکت های خدماتی و تولیدی در کشور تصدیق نامه های ISO توزیع کند. مسئولان این نهاد میگویند که تا اکنون برای نزدیک به 150 شرکت داخلی تصدیق نامه های نهاد جهانی استاندارد یا ISO توزیع کردند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که ترویج معیارهای نهاد جهانی استاندارد در تولیدات و خدمات شرکت های کشور زمینه ها را برای گسترش کاروبار این شرکت ها بیشتر فراهم خواهد ساخت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که با توجه به سهولت‌ها برای بازرگانان در ایران حجم بازرگانی میان افغانستان و ایران رو به افزایش است. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که با بهره برداری از بندر چابهار احتمالاً ایران بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان خواهد شد. از سوی هم درآمد آمارهایی که بخش گمرک‌های ایران بر رسانه‌های این کشور داده، افغانستان 5مین بزرگترین بازار برای کالاهای ایرانی در 7 ماه گذشته گفته شده است. اتاق تجارت و صنایع با خوشبینی به افزایش روزافزون حجم بازرگانی با ایران میگوید که در آینده های نزدیک ایران به یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی افغانستان مبدل خواهد شد. ردفای بسیار نزدیکی اول میان که تجارتشان روز به روز با مازیت شده میرن و امی مسئله بندر چابهار که اگر فعال شوه ترانزیت ما هم روز به روز امرایشان زیاد شده میرن.
از سوی مقام های بخش گمرک های ایران به رسانه های ایرانی گفتند که در هفت ماه گذشته به جز از مواد نفتی به ارزش 1.5 میلیارد دلار کالاهای ایرانی به افغانستان صادر شدند که این رقم 11 درصد بیشتر از صادرات کالاهای ایرانی در سال گذشته به افغانستان است. وزارت تجارت و صنایع میگوید که بر بنیاد راهکار جدید حکومت افغانستان در حال حاضر بازرگانی کشور با کشورهای منطقه تقسیم شده است. هر کشوری که در منطقه سهولت بیشتر ایجاد کنه و در بخش تجارت و ترانزیت ما تعهد داشته باشه، از سیاست های دوگانه پرهیز کنه، مطمئنم که با او داد و ستد ما بیشتر میشه و دوران تجارت ما افزایش پیدا میکنه. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع با خوشبینی به آغاز حمل و نقل کالاها از راه بندر چابهار به بازارهای جهانی میگوید که احتمال دارد داد و ستد بازرگانی میان افغانستان، ایران و هند از این هم بیشتر شود. تا لحظات دیگر. بازداشت های کم سابقه شاهزاده ها و مقام های سعودی در پیوند به فساد مالی. اسرائیل ایران را از بحر تسخیر خاورمیانه متهم میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که گفته های سعد حریری و کنارگیریش از مقامش زنگ هشدار برای کشورهای منطقه است. اما ایران میگوید که در عقب کنارگیری سعد حریری ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی دست دارند. در پای کنارگیری سعد حریری نخست وزیر لبنان، اسرائیل میگوید وقت آن است که کشورهای خاور میانه بدانند که ایران در پای تسخیر این کشورهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که گفته های سعد حریری زنگ هشدار برای خاور میانه است. شما خبر کنارگیری سعد حریری نخست وزیر لبنان را شنیدید. او گفت که از بحر مداخلات حزب الله لبنان که به معنی مداخلات ایران در خاورمیانه است، از مقامش کنار می رود. این چیزی است که خاورمیانه تجربه می کند، یعنی تجربه تلاش ایران برای تسخیر و زیر تسلط درآوردن منطقه. فکر می کنم این چیزی است که اسرائیلیان و عرب ها روی آن توافق دارند. مردم باید توجه کنند. ما باید مانع تسخیر منطقه از سوی ایران شویم. نخست وزیر اسرائیل همچنان میگوید که ایران با جابجایی نیروهای هواییش در مدیترانه تهدید بزرگ برای اسرائیل است. گروه داعش بیرون می شود، اما ایران می خواهد که نیروهای هواییش را در آنجا جابجا کند. درست در نزدیک اسرائیل. آنها می خواهند که زیردریایی ها و کشتی های نظامیشان را در آبهای مدیترانه در پهلوی ما مستقر بسازند. اما ما اجازه نخواهیم داد و در برابر آن مقاومت خواهیم کرد. این در حال است که ایران کنارگیری سعد حریری را برخواسته از تنش‌ها در منطقه می‌داند و همزمان می‌گوید که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در این ماجرا دست دارند. سعد حریری که در عربستان سعودی به سر می‌برد، دیروز از مقامش کنار رفت و علت آن را مداخلات ایران و گروه حزب الله لبنان در کشورهای عرب و همچنان نبود امنیت برای خودش گفت. عربستان سعودی ده ها فرد بلندپایه این کشور را به شمول 11 شاهزاده و چندین وزیر به اتهام فساد بازداشت کرده است. بر بنیاد یک فرمان پادشاه عربستان، فرمانده گارد ملی این کشور نیز از کارش برکنار شده است. شاهزاده ولید بن طلال که یکی از ثروتمندترین افراد در خاورمیانه است، نیز در میان بازداشت شدگان است. این اقدامات در حال صورت میگیرند که محمد بن سلمان ولیعهد و پسر پادشاه عربستان سعودی از برنامه‌های بزرگ برای اصلاحات گسترده در این کشور سخن میگوید. ادامه خبرها در طولونیوز تقدیم می شود. ممنون از توجهتان در طولونیوز.